ما توی گیاهایی که مصرف میکنیم اکثرا یا برگه یا گله، مثلا گل گاب زبان، گل محمدی، گل پنیرک، گل ختمی، گل بابونه، اینا اکثرا چیزهایی که داره مصرف گله. یا برگه، برگ آویشن، برگ کاسنی، برگ چغندر و خیلی چیزایی که مثلا مثل پولک، چیزایی که به صورت برگه. توی دسته گل ها اینو دقت بکنید، گل و عزیزان اگر بجوشونن اکثر خواصش از دست میدن. یعنی اگر یک چیزی رو بهشون دادن به عنوان دمنوش، یعنی گفتن آقا اینو برای سرماخوردگی درست کن بخور، آویشن، اگر دیدن مخلوط، حالا یه چیز ترکیبی تو نظر، اگر دیدن تو مخلوط این گل وجود داره به هیچ وجه نجوشوننش، دمش کن، اینو حتما دم کنن، یعنی به صورت دم شده مصرف کنن. ولی اگه نه مطلق برگ بود و نمیدونم دارچین بود و زنجبیل بود و بزورات بود و مثلا مثل حبه های مختلف و چنان تخم کتان بود، حالا تخم مثلا گیاهان مختلف توش مون، اون چهار تخمی که حالا تو این فصل مثلا. آره اینا رو میتونن بجوشونن، یعنی قابل جوشوندن هست، البته باز قل بیفته. بله قل زدن. البته باز گیاهانی که لعاب دارن نباید جوشیده بشن، ترجیحاً همون دم. بله باید اونا هم دم بشن، همین چهار تخم میگن. بله چهار تخم و نمیدونم بهدانه و اسفرزه و اینا، مثلا تخم ریحان و اینا که حالت لعاب دارن، اینا باید حالت دم کرده مصرف بشن. ولی در مورد بقیه بذرها و چیزهایی که خشن‌تر هستن، جوشوندن براشون خوبه، هیچ اشکالی نداره، میتونن راحت بجوشونن. نحوه جوشوندن، یه قاشق غذاخوری از گیاه، دو تا لیوان آب، یک لیوان آب باید کامل تبخیر بشه. یه لیوان آب که تبخیر شد، اون یه لیوانی که میمونه صاف میکنن، میشه جوشونده یک گیاه، که میگن مثلا فلان جوشونده رو اگر بخوری برات مفیده. ولی در مورد گل یا هر دم کردن یا هر گیاهی ترکیبی که توش گل وجود داره، حتما عزیزان دم بکنن. حالا بهتر روش دم کردن از نظر من اینه که یک فلاکس به اندازه یه گردوی با پوست، گردوی بزرگ، از مواد توش بریزن، آب جوش یه لیتر کامل پر کنن، درش بندن نیم ساعت یک ساعت بمونه و بعد از اون خورد خورد صاف کنن و استفاده بکنن. این بهترین حالت دم کردن میتونه براش باشه، که یک دم کرده بسیار مفیده.